أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی، مؤمنین خدا، عمتان به خانه خدا خوش آمده. پروردگاری ساعتها را برای ما و شما مبارک گرداند. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. روزای جمعه ما درباره اخلاق و تربیت صحبت میکردیم، از دیدگاه دین و نقش دین درباره اخلاق و تربیت صحبت میکردیم. رسیده بودیم به 13 علامتی که انسان اگر به اخلاق نیک خدش آب و تاب نتیه همه از وی نفرت داره. آدم اگر به اخلاق نیک خدش راست نکنه، در چارچوبه اخلاق نیک ندرویه، یعنی فر همه پیش اون میپره میروه. اخلاق نیک همین خیل برنامه بزرگ داشته که آدم کامل میکرده است. ما برنامه 13 علامت آمده بدیم که پروردگار در سوره آل عمران آیه رقم 159 امر کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین. پیغمبر واخفض، خفض به معنای پایان کردن، پهن کردن. پایان کو و پهن کن جناحک. جناح گفته اکنون بال رحمت میگم. اگر شما دیدگی باشین پرنده چوجه هاش در زیر چی میگیره؟ پرش میگیره. یعنی ای پیغمبر پس کن و پهن کن بال رحمت تا برای کسایی که پیروی تن ای مسلمان ها. یک اسلوبی اخلاق نیک مهربانی بده. اگر ما مهربان نباشیم هم ایتنی ما میگریزم. آدم باید مهربان باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه مبارکه جناب خدا برای الله جل و علا شانه حبیبش امر کرده است که اکنون رحمت تا برای مردم رنگ پری پرنده کشا که مردم در زیر بالی تو درویم، در زیر بالی رحمت و بخشش و مهربانی تو درویم تا از اخلاق اسلام با خبر شوم. مهربانی هم یک بخش اخلاق و تربیت بوده. وقال عز وجل ممتنا على عباده. پروردگار حق برای ما منت میکنه. الله جل و علا شانه برای ما منت میکنه. اینجا منت به معنای اصل است. خدا برای ما یک برنامه پیشنهاد میکنه، یعنی نعمتش پیشنهاد میکنه که رنگ اصل شیرین است، لذیذ است. سوره توبه آیه رقم 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم. برای شما آوردم من ای جنس خودتان پیغمبر. این پیغمبر اصلا شیرینه. ای جنس خودتان پیغمبر آوردم. این پیغمبر عزیز است. برای شما چی بوده پیغمبر؟ عزیز. ما انیتم. همین خیل برای شما این پیغمبر عزیز است که شما این خیل مهربان و دلسوز ندیده. پیغمبری ما چقدر مهربان بوده، چقدر دلسوز بوده. حریصون علیکم، برای شما با تشنه هم. چی را تشنه های؟ بالمؤمنین. همین ایمان شما دا و تشنه های که شما با ایمان روید. همین قدر پیغمبر مهربان بوده، با وجود مهربان بودنش با برای مومن ها مهربانی سخت بوده. رؤوف و رحیم ها. بین که در این آیه مبارکه خداوند همنام پیغمبر همنام خدا شده است. خداوند پیغمبر رؤوف میگن نام خود چیه؟ رحیم میگن نام خود چیه؟ پیغمبر چقدر مهربان بوده، چقدر دلسوز بوده برای ما. مهربانی دلسوزی هم یک اخلاق اسلام بوده. مهربانی دلسوزی هم یک اخلاق اسلام بوده که ما باید مهربان باشیم. آخی ما باید دلمون سوز برای یک دیگرمون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم. ای جنس خودتان میگه به حد مهربان. مهربانی رسول الله را خدا تاق خودشان بوده گه.
دهد رسول الله مهربان مدستیم. و قال الله تعالی پروردگار در سوره آل عمران آیه رقم 164 گفت لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. واقعا حقیقتا خداوند برای مسلمان ها ای اصلم شیرین و لذیز ای جنس خشم پیغمبر داده. سبحان الله ای پیغمبر چه شیرین بوده، اینقدر ای پیغمبر لذیذ بوده، این لذیذ ای میگه ای یتلو علیهم آیاتهی برای شما قرآن میخونه ای پیغمبر و یزکیهم شما را پاک میکنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه شما را تربیت میکنه کتاب و نوشتن و حکمت و پند و اندرز برای شما حدیث و حلال و حرام و تمام برنامه های علم این پیغمبر تعلیم میتیم. یعنی معلوم بده است که دنیا به تعلیم و تربیت نمیشده برادران. این منبر برای تربیت های، این منبر برای یکون چیز نیست، این منبر باید جامعه را تربیت کنه، جامعه را به سوی انسانیت و به سوی رحمت دعوت کنه، نه به سوی رمیدن و به سوی جدایی و به سوی از بین روی و به سوی اخلاقای بد. باید ما کوشش کنیم که جمعیت روز تا روز کلان شوه مهر و محبتش. رسول الله برای همین آمده بودستیم. پروردگار در سوره انبیا آیه رقم 107 امر کرده بیده است که و ما ارسلناک الا رحمت لیل عالمین. ما ترا نفرستادیم ای محمد صلی الله علیه و سلم مگر تو برای جهانیان آرامشی. برای جهانیان رسول الله چی بده؟ آرامش. رحمت نامه برای عالمیان بده رسول الله. برای عالمیان رحمت آمده بده جناب پیغمبر. برای عالمیان پیغمبر یک لذیذترین اصل آمده بده. خشا به حالشون چی رسول الله زیبا بودیان، چی شخصیت آمدین در این زمین، در یگان انسان جناب پیغمبر غیر منافق و غیر دشمناش گپی کجلا و اینا میفتند حقش نبوده. کسی گپی کج در حق رسول الله یا منافق ای او یا چیه دشمن ای. هیچ کس در چهره رسول اکرم یفتگی نبوده استیم، ای کودکیش تا مرگ شما. این رحمت برای عالمیان آمدیان. و قال الله تعالی پروردگار گفت در سوره فتح محمد رسول الله. محمد که رسولی که بدهی؟ رسول الله. والذین معه همراه محمد کیا هستن؟ صلی الله علیه و سلم. اشداء علی الکفار، کسایی هستن که کافرها ده سخت نیستن، آدمای به انصاف ده سخت نیستن. و رحما و بینهم، بین خودشان میگه که از یک پدر و مادر به دنیا اومدگیان. این اخلاق های این همین دروازه بسم الله میگی به پای راست میدروی. برادر اسلامی کوشش کن که در پرد دادری ای اوچت شیدگی شیدگی هی. انا خیلی فکر کن اکه ای اوچت شیدگی شیدگی هی. انا خیلی فکر کن همین فکر نکرده حالی در ای آیت نمیدروی. روحما و بینهم، باید مهربان باشیم آخی، رحم داشته باشیم در حق یک دیگر ما، در حق یک دیگر ما مهربان باشیم، رحم داشته باشیم. نخواه که مسلمان نسبت مسلمان ای قبیه رحم باشد. کسی که امت محمد هست صلی الله علیه و سلم وای باید بسیار مهربان باشه نسبت یک دیگریش. اما برای آدم به انصاف اه مهربان باشه، برای آدم به انصاف به معنی مهربانی بسیار بیزیبه. ترحم بر پلنگی تیز دندان، ستمگاری کند بر گوسفندان. همی پلنگ گرگ در رحم کردی چی گوسفند میکنی و خوشم و میخره مورا همورا نابود میکنه. برای انا امین محمد رسول الله بوده، رسول خدا بوده جناب پیغمبر. آیه مبارکه سوره احزاب رقم 45 و 47 یا ایها النبی، ای نبی من محمد صلی الله علیه و سلم، اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. تو در این زمین شاهدی منی، بشارت دهنده منی، مردم ترساننده ای و داعیا الی الله باذنه. من تو را دعوتگر در این زمین فرستادم، با اجازت من مردم را دعوت میکنی. و سراج منیرا، ای پیغمبر تو از آفتابم روشنی.
آفتاب می مهربانیشان گرمیشت همه راحت میکنه روشنیشت همه رحم یابه پیغمبر ای آفتاب یک برابر دیگه مهربان بوده و بشر المؤمنین مسلمانای پرت رحم نشانته بی ان لهم من الله فضلا کبیرا ای جانب خدا فضل بزرگ اینها را منتظیره وعده شانته که فردا در جنت فضل همینه که خدا را میبینن خدا را در جنت میدیدیم وی اینم به اخلاق پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ولا شك انه يتعين على كل داعية ان يتخذه صلى الله عليه وسلم قدوة و اماما برادر جای شک و شبهه نیست برای ما معین شد ای دعوتگرا ای نصیحتگرا ای انسان ها را پند میتیه شما قدوه علاوه سری قلعه پیشواتان برنامه حضرت محمد اگیره صلی الله علیه و سلام باش ما پیش میری حضرت چخیلی بود در دعوتش حضرت چخیلی انسان بود چخیل زندگی کرد چخیل جاهلیت عرب به سوی حق آورد چخیل انسان های درنده وحشی را انسان کرد آدم ساخت جامعه عرب شما دعوتگره از اخلاق رسول من پیرو شوید چگونه ای که پروردگار در سوره احزاب آیه رقم 21 گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا حقیقتا برای شما ای بشریت زندگی را کپیه و نمونه شه از حضرت محمد گیره صلی الله علیه و سلام کپی زندگی را کی میگرفته ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلام کسی اگر فردا امید داره که خدا را میبینه کسی فردا ایمان داره قیامت حقه خدا را بسیار یاد کنه و ذکر کنه و نمونه نجات زندگی رسول الله های کی قیامت ده باور داره کی خدا ده باور داره رنگ رسول الله زندگی نکنه اگر ای هر دوشه محروم بوده ما باید رنگ رسول الله زندگی کنیم کسی خفه میشه شد نگیره کسی در نمی فورا نفورا باید ما رنگی کی باشیم رنگی رسول الله صلی الله علیه و سلم این بخش 13 بود که اخلاق نمونه های داشته اگر ما همین خیلی نباشیم رنگ پیغمبرمون ای پره ای ما مردم رفتن میگیرن گریختن میگیرن دور شدن میگیرن همه این کار برادرها تربیه و اخلاق حل میکنن ایره نقض دانی تربیه و اخلاق چیزی بزرگ هست پیامبر ما رو در یکون جا بد اخلاقی شما دگه چقدر اخلاق ها رو بلند کنیم تربیت ها رو بلند کنیم تا اینکه خدا ما رو نجات ای غضبش پروردگار رو ما رو برای راست هدایت کن ما را توفیق ده ما را مثل پیغمبر تا اصل گفتی ما را رنگ اصل برای آینده ما شیرین گردون رنگ ای پیغمبر ما را نمونه که در جامعه رنگ پیغمبر چخیل برای ما نمونه آوردی پروردگار و باباها را برای نبیره هاشون نمونه که پدرها را برای نبیره هاشون نمونه که علما را برای جمعیتش نمونه که و هر آدمی در اینجا آمده است اینها را نمونه کن که فردا از اینها نمونه زندگی گیرم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين سفر راس